حسین تهرانی بعد از سبا فعالیت هنری خود را با فرامرز پایور ادامه داد و تا پایان عمر این همکاری و دوستی دوام یافت. بنده مدت 10 سال آخر عمر استاد تهرانی رو تقریبا میتونم بگم که شبانه روز با او بودم و اون چی که میخوام الان برز برسونم این است که همه کس تهرانی رو به عنوان یک استاد نوازندگی در ضرب میدونن، در صورتی که به نظر من علاوه بر اینکه تهرانی در نواختن ضرب استاد بی‌نظیر بود، یک موسیقیدان هم به حساب میامد، بدین معنی که تمام دستگاه های موسیقی ایرانی رو به خوبی میشناخت و تمام گوشه های ناشناخته رو و دور افتاده رو به خوبی بهشون آشنا بود، علل خصوص گوشه هایی که حالت ضربی داشتن و میتونست اونها رو به روی ضرب منتقل بکنه و یک دودونگ صدایی هم به قول معروف داشت که همراه با ضرب خودش میخوند. علاوه بر اینها تهرانی به تمام تصانیف قدیمی آشنایی داشت، تمام ضربی ها و کار عمل هایی که در قدیم خونده میشد میدونست و مقدار زیادی از اشعار قدما از حفظ داشت که در موقع نوازندگی فل بداهه به صورت ضربی میخوند که گاهی هم اونقدر مشکل بودند که نوازندگان شاید گاهی از عهده جواب به اونها به سختی برمیومدند. تهرانی نه تنها یک نوازنده ضرب بود بلکه با سازهای موسیقی هم آشنایی داشت، یک مقداری سنتور نواخته بود و به تار آشنایی داشت، مدت‌های مدید با ساز حیب سمایی ضرب زده بود، مدت‌های زیاد با ساز سبا همکاری کرده بود و اینها موجب شده بودند که کاملاً به مضراب ساز هم آشنایی پیدا کنه و نوع مضراب‌های ساز رو تشخیص بده، به طوری که انگوش‌گذاری روی ضرب رو مطابقت و موافقت بده با اون چه که نوازنده ساز می‌زنه. از جمله کارهایی که تهرانی می‌کرد این بود که با ضرب خودش ریتم دیگری می نواخت و با آواز خودش به ریتم دیگری همراهی می کرد. اینها تمام موجباتی بودند که تهرانی را به عنوان یک استاد ضرب و یا به قول من استاد موسیقی می نامیدند. اما باز همینها کافی نیست. نحوه نواختن ضرب و اون صدایی که از این ضرب در می اومد باز با تمام نوازندگان اون زمان یا این زمان تفاوت داشت، به طوری که همکنون به طور قطع نوارش در این برنامه پخش میشه، میدونم که صاحب نظران متوجه این نکته خواهند شد که صدایی که از ضرب ایشون خارج میشه به خصوص اون قسمتی که ریز داده میشه کاملا مثل آرشه ویولون صاف و تمیز بود و هیچ خدشه‌ای به صدا درش نداشت. علاوه بر اون پختگی و جا افتادگی عجیبی در ضربه ایشون بود که البته بعد از مدت ها در نوازندگان ضربه امروز هم پیدا خواهد شد بدون شک. در مورد کارهای فنی که صحبت کردم البته فقط دو کلمه میخوام عرض کنم که علاوه بر اینکه تهرانی استاد بی‌نظیر واقعا ضرب بود، در انسانیت و ادب و احترام نیز شخصیت بی‌نظیری بود و شاگردان خودش رو سعی میکرد همونطور که خودش میگفت بیش از اون که به موسیقی و هنرشون آشنا بکنه اول اونها رو به اصطلاح ادب بکنه و یادشون بده که چطور به بزرگترشون احترام بذارن، اصلا چطور انسان باشن و چجور همراهی بکنن و چجور به هر حال یک آدم واقعی در اجتماع باشن. اول سعی کنی آدم شین بعد هنرمند. اینا رو بهشون گفتم که من تا اینجا این ضرب رو از صفر آوردم به عدد کامل است. صفر هر چی دست چپ باشه 100,000 تو بذار نمیخون که صفر اومده آره دست راست عدد جزء عدد شده. شما یک کار کنین که جلو نمیبرین عقبترش نبرین، اون شرایطی داره، مطرب نباشین، کثیف نباشین، چشمتون پاک، دستتون پاک، دیگرتون پاک، قدمتون پاک، همه تون پاک باشه تا این احترام داشته باشه. اوج نام آهنگیست از فرامرز پایور با شعری از لوبت والا که به یاد حسین تهرانی ساخته شده و در مراسم یادبود استاد فقید سه‌شنبه آینده در تالار رودکی با صدای نادر گلچین به همراهی ارکستر فرهنگ و هنر اجرا می شود.
در همان که مرا یک جل آدم به سرشتند و به تیمان نزدند خوریان رقص کنان ساغر شکران نزدند در میخانه زدی ره افسانه زدی با سرم گشت نبازش گر جادوی خود با سرم گشت نبازش گر جادوی خود جرس غافله ها نبو آوردی سایه سانیه به صدا آوردی Oh.